دکتر، چی داستان این عشق در پیران سری، پیری و معرکه گیری، نمیدونم پیری و رسوایی، جریان چیه؟ چطور انسان چه تغییری پیدا میکنه که ازش انتظار عاشق شدن نمیره، یا اینکه اگر با فاصله سنی عاشق مرد جوانی، عاشق مرد پیری، عاشق یک زن جوان، یا بالعکس امروز یک زن پیری عاشق مرد جوانی بشه، هنوز جامعه مدرن امروز یه جوری بهش نگاه میکنه؟ من نمیدونم جامعه مدرن امروز چه جوری بهش نگاه میکنه، ولی من آخه اشکال سر مبانی این فرض دارم. اگر از من بپرسید که این عشقی که شما بهش اشاره فرمودید، میگم یک عشق نیست، دو بیش از هر چیز دیگه خودخواهیه، و سوم غالب اوقات وقتی کسانی گرفتار بحران میانسالی میشن، مید لایف کرایسیس، معناش اینه که در حدود بین 45 مثلا تا 55 به این نتیجه میرسن که همه راه رو عوضی آمدن، و بنابراین در جهت جبرانش دست به یه تغییرات 100% یا 180% میزنن، و این نشانه گرفتاری و برهم ریختگی مغزه. من در مواردی که ازش کمی خبر دارم از نظر ادبیات و تاریخ، و یا حتی اشاره که الان به شیخ صنعا کردید، من در اینا نه عشقی میبینم، نه اصلا برای من نزدیک به یه چیزی به اسم دوست داشتنه. خب شما که اصلا معتقد نیستید مگر در این سالهای اخیر اصلا چیزی به نام عشق نبوده؟ که به همین جد است، وقتی هستالی اشاره میفرمایید به عشق پیران و پیران سری و عشق چنین، و بعدم آهنگ معروف خانم مرضیه رو که دوست دیگری خواندن رو ارائه میدید که رسوا شد دلم و اینا، برای من معنای عاشقانه نداره. میگردم ببینم اینجا من با یه آدم نوراتیک عصبی روبرو هستم، با یه آدم سایکاتیک روان پریش روبرو هستم، با یه آدمی هستم که تمام وجودش یه دفعه خودخواهی گرفته، به یک باره به دلیل تغییرات خاص بیوشیمیایی مغزش به سرش زده، چیزای از این قبیل. فرض بفرمایید منی که عشق رو رابطه میان دو تا آدمی میبینم که همدیگر رو خوب میشناسن و شباهت ها و نزدیکی هایی دارن و برای همدیگه مکمل و متممم، من در یه شهری نشستم درباره زیبایی یه زن دیگری، دختر دیگری تعریف میکنن، من اینجا نشستم عاشق اون میشم، اونم تازه بر اساس تعریف یا خبری که شنیدم بدونی که شناختی از او داشته باشم، بعدم او یک آدمی است به گونه‌ای که گفته شده جوان جوان، و منم یه آدم سال خورده، جز این که من یا خر ورم داشته که قطب زمان و مکانم و همه چیزهای خوب دنیا مار منه، پس برم اون چیزی که بهترینه رو که فقط به من تعلق داره بگیرم. من نمیدونم ماجرای عشق و عاشقی من که اصلا توش نمیبینم. هر کدوم از این مواردم اگر به جزئیات شما برای یه طرف ماجرا رو میگیریم، یعنی این که تا اینجایی که من متوجه شدم، اگه اشتباه میکنم بفرمایید، یعنی این که یک فرد پیری میره به طرف یک زن جوانی، ولی اگر برعکسش اتفاق بیفته، شما در اون آدم جوان که به طرف آدم سالمندی بیاد اون رو چجوری دیگه؟ اونم یه نوع بیماریست از نوع دیگه. فقط در خصوص پیر، وقتی یه مرد و زنش 60 سال 70 ساله عاشق یه پسر و دختر 16 ساله میشن، زن عاشق پسر، مرد عاشق زنه، فکر کنم خب برحال خرورشون داشته و همطور که عرض کردم خودخواهی است. ولی وقتی یه دختر 16 ساله عاشق یه مرد 60 ساله میشه، یا یه پسر 16 ساله عاشق زنه 60 ساله میشه، اون وقت است که میشه بیماری رو که دقیقا آسیب 4 تا 7 سالگی هست رو درشون نشون داد، یعنی نوعی همانندسازی که این پسر و دختر، یعنی پسر با مادرش کرده، پس بنابراین دنبال کسی مانند مادرش میگرده، و دختر با پدرش خودش رو همانند سر دنبال یک کسی در شکل و شمایل پدر میگرده که برخی از اوقات
سن پدر رو داره یا کمی حتی بیش از اونه. بنابراین هر دو تا مورد غیر عادی بودنش رو به راحتی میتونه نشون بده و به نظر من درسته که اینا داستانن و اینا حتی مایه های ادبی و هنری پیدا میکنن و اصولا کار برخی از اوقات ادب و هنر همین است که موارد استثنایی کاملا غیر عادی رو نشون بدن و اون رو هم مخصوصا با بال خیال به جایی میبرن که ای بسا خیلی بیش از و دور از حتی واقعیتی است که وجود داشته یا میتونه وجود پیدا کنه، اونو میتونم بفهمم. ولی اصلا چیزی به اسم عشق و محبت و دوستی و اصولی که من برای عشق قائل هستم، حتی ارتباطش با اخلاقیات و واقعیات اصلا نمیبینم. اینه که میفهمم یه لغتی داره اینجا به کار گرفته میشه و بارها عرض کردم این لغت عشق تنها اینجا خراب نشده، ما برخی از اوقات در زبان فارسیمون داریم، انگلیسی هم داریم، که من اگر از پیتزا خوشم میاد من I love pizza، خب حالا کارش به پیتزا و غذا هم میرسه. علتی که اینو مطرح میکنم کاربرد یه واژه‌ای است که یه معنای مشخص معینی تعریف شده ای در دنیای امروز داره، حالا با تفاوتایی که آدم‌ها ممکنه تو این زمین داشته باشن، با یه مفهوم کاملا منحرف به بیراه رفتش که در ادبیات همه کشورها در فرهنگ همه جوامع وجود داشته و همچنان وجود داره. پس بنابراین این رابطه از نظر شما یک بیماریه، یک عدم تعادل روانی، یک گرفتاری و بیماری بدون تردید، و به همجاست که اصلا با عنصر عشق ارتباطی نداره. این درست مثل اینکه شما برید یه بچه ای رو بدزدید و بگید من میخوام بهترین پدر دنیا باشم یا بهترین پدر دنیا، یا یه زن یه بچه ای رو بدزده، از مادرش بدزده بره بگید من بهترین مادر این بچه‌م، از این بچه‌م مراقبت کنم. شما اون مراقبت اون مرد رو از اون بچه و یا اون زن رو از اون بچه بخواید به حساب پدری و مادری بگذارید، به حساب اخلاق انسانی، مثلا جایی براش نمیبینم. از نظر من این نوع حالات رو کسی پیدا کردند غالب اوقات میشه نشون داد که پروسه ذهنی اون آدم چی هست. ببینید شما در آدم خودشیفته یه چنین تصوری که من باید بهترین از آن من باشه، من مستحق اون هستم که در این جهان جایزه اول رو ببرم دارم، و برای مرد میتونه که غالب اوقات این داستان رو دور اون میچرخه، حالا من و شما خانمارم درگیر میکنیم ولی خیلی کمتر نموناش دیده شده یا حداقل در تاریخ و ادبیات کمتر دیده شده، شما با یه مردی روبرو هستید که اوج خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و گراندیوز خودبزرگبینیش به اونجا رسیده که میخواد مالک همه چیز باشه. حالا در اینجا این مالکیت ارتباط پیدا میکنه به یک زن. حالا این زن اگر یه آدم نسبتاً عادی و معمولی باشه، در حقیقت فقط قربانی خواسته این آدمه اگر این آدم زور و زری داره. ولی اگر اون یه دیوونه ای هست که بسا دری رو به این سمت و سو گشوده، حالا خودش هم جزی از این بازی میشه که دو بیمار با هم بازی میکنن. و به همجاز که فکر کنم خدمتون عرض کردم ما هم عشق آدم های دیوونه رو داریم، هم عشق دیوانه داریم. یعنی این جنون موجب یه مقدار از احساسات و ارتباطات عمیق و سنگین میان آدم ها میشه که مطلقا پایه و مایه نداره. باز تکرار میکنم، قبلا هم خدمتون شاید عرض کردم، شما روزی که تو رادیو تلویزیون هستید یه عده‌ای به دلیل ذهنیتی که از طریق گوششون با شما آشنا میشن یا چشمشون شما رو تو تلویزیون میبینن و در تنهایی خانهشون نشستن و شما رو میبینن یا میشنون، بسیاری از اوقات به شما علاقمند اون ارتباطی میشن که به صورت حسی و احساسی در اون خلوت تنهایی خودشون تجربه میکنن. و به همین جاست که شما میبینید ماجرایی که توی لس آنجلس فراوون اتفاق میفته، چون مرکز به هر حال به یک اعتبار هالیووده، که این همه آدم به دنبال هنرپیشه‌ها و کسانی میرن مزاحمت‌های فراهم میکنن، حتی موجب گرفتاری خودشون و زندانی شدن خودشون تا قتل این آدم ها میشن. علتش هم این است که یه تصور و توهمی رو در خودشون رشد میدن
و گرفتاری است. من الان عزیزی رو میشناسم که البته به دلیل سن معتقد تلویزیون تماشا میکنه، این مثلا امریکایی‌ها دوستاشن و باشون حرف میزنه و دعوتشون میکنه و باشون قهر میکنه و اگر فرض کنید میوه میاره میگه بیشتر بیاره جلو اینا خجالت من نکشم که فکر کنن من یه دو تا مثلا میوه دارم، ظرف زیاد باشه که اینا نگاه میکنن دوستای منن. هیچ اشکالی هم نداره برای اینکه انسان در حقیقت توسن خیال رو میتونه آنچنان جولان بده و اینور اونور ببره که از هیچی همه چیز بسازه. این توانایی خلاقیت انسانه. حالا یه زمان این خلاقیت یه مایه هنری داره که آدما اونچنان آثار هنری خلق کنن، یه زمان آثار تخیلی و رویایی داره که همه آدما به گونه‌ای کما بیش دارن و نمونش حتی در تصور آدماست که خیالی رو در ذهنشون میپرورونن، رابطه جنسی رو با یه آدمی یا آدمایی برقرار میکنن تا به ارگزم و کلایمکس بسن. ای بسا برخی از اوقات با همون آدمایی رابطه داشت باشن یه همچین لذتی رو نمیبرن. چرا؟ برای که در دنیای ذهن و خیالشون رابطه جنسی برقرار میکنن. من باز فکر کنم خدمتتون عرض کردم آدمایی هستن که باید تصور کنن رابطه جنسی رو تا تحریک بشن و ارضا بشن، یعنی از خود رابطه حسی محسوس و ملموسش لذت نمیبرن. من عرض کردم مراجعه یا مریضی داشتم که در آن واحد با دو نفر خانم دوست بود، میگه وقتی من با این خانم هستم به او فکر میکنم و او رو در ذهنم میارم، وقتی با اون هستم به این فکر میکنم. خود اون آدما براش معنی نداشت. چرا؟ برای که انقدر این آدم خود ارضایی کرده بود که قسمت تحریک پذیری جنسیش و ارضایش از واقعیت حسی و احساسی بیرون آمده، وارد مرحله خیالی و رویایی شده بود. و به همین دلیل است که بسیاری از آدما رویای این که عروسی کنن براشون جالبتر تا خود عروسی. اگر شما حتما دیدید، ولی من چون فراوون دیدم، من اینقدر پسر و دخترهای دیدم و بر اساس یه مطالعه سطحی که ما در ایران در دانشگاه تهران قبل از انقلاب داشتیم، 19% آدم‌ها بدترین روز شب زندگیشون شب عروسیشون بود. به دو دلیل، یکی واقعا بد بود، دوم که همه آرزوهاشون به هم ریخته بود. بنابراین بسیاری از مردم به دو دلیل جان فروزنده تو این تخیل هستن. یکی اینکه تصور میکنن شب عروسیشون چی میشه، بعدا میبینن ای بسا 10% اونم نیست. دومی که چرا باز تو عروسی برای اینکه بعدن جا نخوریم این همه عکسای با شادی میگیریم و به زور میخندیم و عکاس این همه اصرار داره بگی چیز و بخندی تو چنین و چنان که بعدن بگیم اون شب به ما خیلی خوش گذشت که نگذشت. انسان یه موجودی است که با اینا زندگی کرده و میکنه. بنابراین برای من همیشه دو تا مسئله مطرحه، من با یه موضوع واقعی روبرو هستم یا با یه موضوع خیالی و تصوری و تخیلی. اگر این هست، بنابراین من اینجوری نتیجه میگیرم که یکی از شاخصه هایی که در فهم عشق باید به کار گرفته بشه تناسب سنی عاشق و معشوقه. تا حدودی تناسب سن تقویمی و سن روانی، برای اینکه این ارتباط سن تقویمی رو به راحتی میشه تشخیص داد، نیست؟ ولی سن روانی رو، من حرفم این است که آدما میتونن یه 5 سال نه بیشتر از سن روانیشون بیشتر یا کمتر، یعنی شما یا آقا و خانم 30 ساله رو ببینید میتونه 35 ساله باشه از نظر روانی، 25 ساله، ولی دیگه 60 ساله نمیتونه باشه. بنابراین یک قابلیت انعطافی در اینجا بین سن روانی و یا احساسی عاطفی در مقابل سن تقویمی است، ولی بیش از اونه. به همین جهت است که جان فروزنده نه تنها ازدواج امروز ازدواج برابر و شبیه، عشق هم میان دو تا آدم برابر و شبیه، برای که مفهوم عشق یه داد و ستد دائمی است، رابطه یک طرفه نیست، رابطه معلم با شاگرد نیست، رابطه سالم با بیمار بده نیست، این در واقع دقیقاً و مساوی، یعنی یه بازی تنیسه که باید همسط باشید تا شما بتونید در اونجا بهترین بازیتون رو ارائه بدید و احساس کنید امروز بهتر از همه روزهای قبل بازی کردید. ولی اگر شما که تنیس بلدید برید با کسی که اصلا تنیس بلد نیست، شما یه توپ بزنید اون به در و دیوار بزنه یا نگیره، گویی راکتش سوراخ وقتی میزنه از یه جای دیگه توپ میره، که شما اونجا شما چیزی به دست نیاوردید. اگر اون مفهومی رو که ما ارتباط عمیق از مرکز وجودی دو تا آدم هست و یه حالی که این دوتا رو با هم ترکیب میکنه و یکی میکنه، اینجا باید یه مقدار
یا برابری باشه یا مکمل و متمم هم باشن، این آنچه که در رابطه جنسیه. ولی مایه رابطه جنسی و نتیجه رابطه جنسی چون در زن و مرد مساویه، اون محتواش میتونه متمم و مکمل باشه. بنابراین از شباهت شما چطور میتونید تشبیه ببرید سر کلاس اول ابتدایی و فکر کنید جز از اون چیزی که بخواید راجع به بچه ها بیاموزید، از اون چیزی که درس میدید به بچه ها شما بیاموزید، از اینکه الف به جیم یادشون بدید یا برید کلاس دوم جمع یادشون بدید. ولی یه استاد ریاضی با دانشجوی آگاه کنجکاو باهوشش تو کلاس میتونه درگیر بشه، برای که نزدیک همن. به همینجاست که برخی از شاگردان بزرگترین عامل برانگیختن یه معلمن. من رو کار روی خط رادیو تلویزیون بسیاری از اوقات یک کسی که منو به چالش میکشه، اصلا من خودم رو یه جای دیگه حس میکنم، تا اینکه شما بخواید یه ارتباط خبری داشته باشید که اون چیزی بپرسه شما جواب بدید، یا آدمی که شما رو برمیانگیزه که بتونید توجه و تمرکز کنید، از همه مغزتون کمک بگیرید، برای که باید مسئله رو حس و احساس کنید و بفهمید در همه زوایا و ابعادش و بعداً بتونید درگیر یه رابطه برابر بشید. به همجاست که من همیشه تو کنفرانس ها و کلاس ها در به در به دنبال یه کسی میگردم که بتونه مسائلی رو مطرح کنه. بزرگترین هنر در طرح درست سواله، نه در پاسخ. و به همجاست که معلم وقتی ببینه شاگردا او رو میکشن به یه عرصه‌ای که بسا قبلا خودش نمیدونسته کمک کنه. من خیلی از وقت اینو سر کلاس‌ها داشتم که یه شاگردی منو متوجه مسئله کرد که تا حالا نبودم. برگردیم با سراغش، نمیخوام حاشیه برم. مهم اینه که یه آدمی کل وجود شما رو به حرکت بیاره، نه فقط وجود جسمی و جنسی شما رو، چون اون دایره محدودی داره، اون یه زمان کوتاهی داره و میاد و میره، ولی بیش از اونش نیست. و به همین جسمی... این خیلی از ماها اصلا به عشق نزدیک نمیشیم، حتی وقتی که از نظر سنی هم با هم تناسب داشته باشیم. شما میدونید، حالا عرض من اینه که به نظر من 60% مردم دنیای امروز به این دنیا میان، از این دنیا میرن با اون عشقی که به نظر من انسان ظرفیتش رو داره، مثل زدن پیانو یا جراحی هیچ وقت نمیرسن. بنابراین متاسفانه باهاتون هم عقیده، یعنی اون نتیجه گیری رو اگر از عرایض من کردی، کاری به درست و غلطیش ندارم، کاملا نظر من درباره این موضوع اینه. مثلا با گفتگوهای فراوونی که فراوون داستان هزاران نفر، اونم در این زمینه ها، چه به صورت شخصی، چه رو خط رادیو تلویزیون، چه در کنفرانس ها و کلاس ها، برای که کار من این بوده دیگه. من تقریبا مثلا در لس آنجلس ظرف 27-28 سال گذشته حتما یکی دو سه تا کنفرانس عشق و ازدواج دارم و در اونجا یه فرصتی برای نه تنها بیان مطالب، گفت و شنود هست و پاسخ ها و چالش و چلنجی که دوستان با زوایای مختلف به وجود میارن. و به همین جاست که به مقدار زیادی بر سر این عقیده هستم. مثلا وقتی استوری همچنان گوشه ذهنتون تعریف من از عشق داشته باشید که یه احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است که شادی اون آدم به اندازه شادی خودتون، امنیت اون آدم به اندازه امنیت خودتون اهمیت و ارزش پیدا میکنه. هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. و این وقتی ممکنه که من و شما بتونیم مثل الان به زبان فارسی که شما خوب بلدید، مندم کمی بلدم، با هم گفتگو کنیم. ولی شما یا من چطور میتونیم این گفتگو رو با کسی که فارسی بلد نیست، یا مثلا فقط به اندازه 3 ماه رفته فارسی یاد گرفته، مثلا امریکایی گفتگو داشته باشیم؟ ما به هیچ جا نمیرسیم دیگه. روزی که شما یه همچین رابطه برابری رو با یادم ندارید، یادم شما رو به چالش نمیشه، چه میتونی بکنید؟ ببینید، من یکی از حرفایی که به دوستان سر عشق و ازدواج ببینید که آیا با این آدم که میرید بیرون حرفی همیشه برای گفتن شنیدن دارید، طوری که اصلا نمیخواید حرف تموم بشه، بعدم تو ماشین اخیراً با تلفناتون صحبت میکنید، بعدم وقتی رفتید خونه تو رخت خواب دارید حرف میزنید تا بالاخره یکتون قش میکنید، اگر این از کارتون درسته. ولی اگر حرفی برای گفتن ندارید، طرف نمیفهمه، دنبال موضوع میگردید، میگید راستی اوباما چه کرد یا مثلا داعش داره چی کار میکنه، برای که وقتو بکشید، که خب شما باید بدونید با هم ارتباط درونی یا عمیق ندارید، یعنی مثل خودتون که با خودتون هستید، با او مانند خودتون نیستید، پس بنابراین از عشق خبری نیست. واو دکتر، در سنین اولیه جوانی، در دهه 20 یا 30 زندگی، نمیدونم، در این دوره ها معمولا تبادل انرژی بسیار زیاده،
بین عاشق و معشوق رابطه جنسی به طور طبیعی در اوج خودشه، چون توانش هم وجود داره، ولی هر چقدر که این دوره ها جلوتر میره قاعدتا یه بخشی زیر تأثیر قرار میگیره، اونم رابطه جنسیه، در مرد در مرحله‌ای، در زن در یه مرحله دیگه، مرحله یائسگی یه تأثیر مشخصی روی روابط جنسی زن با شوهر یا دوستان خودش داره. خب در اون مراحل آخر زندگی، یعنی در فصل بالای 50، 60 و 70، چه چیزی نشون میده عشقی وجود داره؟ آیا قاعدتاً سکس نیست در درجه اول؟ نمیدونم، من مطالعه خب شما به اونجا نرسیدید. نه بعدم من فکر میکنم که فکر نمیکنی حس امنیت در کنار هم دیگه بسیار مهمه در سنین بالا. جناب فرزند، دو تا نکته. یکی، بیاید عشق رو و رابطه زن و مرد رو مثل کودک بگیرید که 6 ماهش با 6 سالش و 16 سالش و 66 سالش متفاوت. این انتظار که یه دست و یک نواخش نیست. من برخی از وقت دوستان میگن که این آقا که تو میبینی قبلا سر پیدا کردن اسم من و شما تلفن من نمیدید، آسمون و زمین رو به من میدو، حالا اصلا تلفن من نمیکنه. میگم قربونتون، اون زمان یه زمان دیگه ای بود، حالا شما تلفن دو تایتون یکی، میخواد باز هنوز به شما که میرسه بگه خانم اسمتون چیه و شما تلفن تو کدام. خب دو تایی توی خونه داری زن و شوهر زندگی میکنه دیگه، چرا حالا انتظار دارید؟ یعنی انتظار این است که همین جوری بمونه. خیلی اصلا حرفشون این است که آیا تو اینگونه که منو دوست داری، اینگونه که من توجه میکنی همیشه خواهی کرد؟ نه، خبر بد براتون دارم، حتما هرگز چنین چیزی ادامه پیدا نه. این شماره یک. دوم، ماجرای عشق زمینای متفاوت داره. ببینید، مثلا فرض کنید پسرم رو کوچولو که بود به من میگفت نکانا نکانا، یعنی به من نگاه کن. اوکی. من الان برخی از اوقات وقتی یه ذره حالی پیدا میکنم با وجودی که داره 35 سالش میشه بهش میگم نکانای منی. خب آیا معناش چیه؟ بنابراین شما وقتی که یک کسی رو دوست دارید و باهاش زندگی میکنید و به اون سنین که فرمودید میرسید، هزاران هزار چیز دیگه است که کنار اونه و این بسا موضوع رابطه جنسی به دو دلیل مهم نیست. یکی اصلا اون تمایل و کششه ممکنه به اون صورت نباشه و اون حس و احساسه اصلا وجود خارجی نداشته باشه. ولی باز عشق هست؟ حتما هست، برای اینکه عشق رابطه جنسی نیست. عشق ولی در دوام عشق اثر تعیین کننده بدون تردید اون زمانی که یکی یا هر دو تا میخوان. به همجاست که همونطور که پستالی بارها عرض کردم، به نظر من ریشه عشق و همین است که من عشق رابطه زن من ریشه جنس رابطه، ریشه عشق رابطه جنسی، والایش و سبلیمیشن تمایل جنسی است که به قول فروید میرسونه به عشق. این عشق زمینه های مختلف متفاوت داره، یه جایی میرسه که رابطه جنسی نقشی کمتر داره. همونطور که فرض بفرمایید یه زن و مرد عاشق که روابط جنسی دارن، حالات احساسیات دارن، وقتی فرزندشون تصادف میکنه تو بیمارستانن که ماجرای رابطه جنسی و زمینای احساسی عاطفی به اون صورت خودشو نشون نمیده، اون زمانی که همدیگر رو در آغوش میگیرن و به دلیل احساس امنیتی که میخوان بکنن و همدیگر رو تسلی میدن برای که بچه‌شون تو اتاق عمله، مفهوم عشق معلوم عشق، اصلا مسئله رابطه جنسی مطرح نیست. ببینید، من برخی از اوقات دیدم دوستانی که مثلا در امریکا که شما برخی از اوقات پسر و دختر مثلا همدیگر رو میگیرن بغل میکنن میبوسن، ماهایی که از یه جامعه محروم میاییم فرض اونید که به مجردی که همچین نزدیکی صورت بگیره، یک باید مثلا مرد تحریک بشه و پشتش هم یه حالاتی پیدا کنه، بعد به نظر ما میاد که اینا این چقدر بی و بی خاصیتن، الان 5 دقیقه است همدیگر رو بغل کردن میبوسن ولی نگاهشون که میکنیم هیچ علائم جنسی نشون نمیده، برای که اینا یه مقدار اون محرومیت ها رو نکشیدن که ما کشیدیم که رابطه فیزیکی یعنی رابطه جنسی. اینا حتی یه رابطه فیزیکیشون متفاوت از رابطه جنسی، نمیگم همشون ولی بسیاریشون، و برای ما تعجب آوره و به همین جهت است که ما اول که میبینیم مثلا یه پسر دختر تو خیابون همدیگر رو میبوسن یه جوری فکر کنیم اینا میخوان یه کارایی هم بکنن، بعد وقتی اون کاری نمیکنن به تدریج به این نتیجه میرسیم که این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد، رابطه جسمی رو با رابطه جنسی. به همین جهت که شما در یه فرهنگی مانند ما چون رابطه جسمی و جنسی رو که میدونیم، اگر یه مردی بدونه که کسی دست زده به این دختر، دست زده به دستش، حتی دست داده، مسئله است. چرا؟ برای که رابطه جسمی و جنسی یکی هست.
حتی بالاتر میره، میگه این که تو رو دیده اصلا کار خرابه، بنابراین بهتره اصلا تو رو نبینه، پس اصلا نامحرم قرار نیست صورت تو رو ببینه. بعد دیدن تو دنیا امروز مشکل پیدا میشه، گفتن رو اقلا خب چشم تو اشکال نداره، ولی یه هنوز باز اونم میبندن. دوستان عزیز ما تو افغانستان که شما توی جایی میرن، توی گونی میرن که مثل کرکره داره که این میتونه بیرون ببینه که تو چاله چوله نیفته، ولی کسی نمیتونه ببینتش. خب ببین تا کجا میره. توی من خودم چون یعنی خودم دیدم و شنیدم که عزیزی وقتی در میذارن دستشو تو دهنش میکرد جواب میداد، چون قرار نبود صدای اون رو نامحرم بشه. در میذارن بگو کیه. ببینید حساسیت ما تا کجاست. صدا رو نباید بشنوه، بدن رو نباید ببینه، صورت رو نباید ببینه، موی سر رو نباید ببینه، نباید ترکیب بدن رو حس کنه. دست بزنه کار تمومه. خب در مقابل یه مردمی که رابطه جسمی رو از رابطه جنسی جدا میکنن، معلومه رابطه جنسی بدون رابطه جسمی معنایی نداره، ولی هر رابطه جسمی که رابطه جنسی نیست. همینجاست که شما تو این مملکت، شما من خودم حالا حرفیست، معمولا وقتی تو مهمونی ها میرم علاقه به بغل کردن یا هاگ خانوما ندارم، خیلی دستم اگر اونا دست راست کردن دست میدم، برای که اصلا حوصله این بازی رو ندارم. دوست ولی اگر به کسی هاگ کرد یا بغل کرد کردم بلا واسطه فکر جنسی میکنه. در یه جامعه ماننده ها کارتون تمومه، یعنی اصلا این خب هیچ، این اصلا اسم شده زنا. و همینجاست که حتی برخی از اوقات یه رقص رو زنای ایستاده میدونن. یعنی شما به راحتی میتونید تفکیکا رو در ذهن ببینید که تا کجا میره. حالا یه عده از اونم گرفتارترن، در تصور و تخیل مسئله دارن، حتی بالاتر میرن. تو چرا وقتی 5 سالت بود از داییت خوشت میامد و دایی تو خیلی میگن دوست داشتی، تو بیخود کرده بودی، در 5 سالگی دایی تو دوست داشت، تو دختری. در دوره‌های به اصطلاح بلوغ انسانی، در حالا بالای 50 سال به بعد، منظورم بیشتر اون دوره است، در اینجا چجوری میشه رابطه رو درست نگه دار، عشق رو حفظ کرد؟ عشق اصلا میمونه همینجوری یا دائما باید براش کاری کرد؟ خب به یک اعتبار عشق مثل یه رانندگی است، باید مواظبش کرد، ولی نوع مواظبت ها فرق میکنه. یه مقدار بدن، یه مقدار پشت فرمون، باید رانندگی رو مواظب باشی، یه زمانی باید مواظب باشی ماشینا بشوری در حالی که اونجا ایستاده. ببینید جناب فروزنده، من اینقدر آدمای بزرگ سال دیدم که حال ارتباطشون خیلی متفاوته. بذار یه مثال برات از قبل. توی کروز بودیم، یه آقای واقعا اونور فکر کنم 75 حتما بود، آدم ظریف کوچکی هم بود، آمد کنار من گفت که آقای دکتر من از شما کمک میخوام و لطفاً منو کمکم کنید. گفتم با کمال میل کاری بتونم بکنم. گفت ما، من و همسرم آمدیم کروز، امیدمون این بود که کنار هم تو بغل هم بخوابیم. ما کابینی که ما دارن دو تا تخت خواب جدا داره و ما دیشب نتونستیم تو بغل هم بخوابیم. اینا حتی با یه حالت سر پایین میدار. خب من میدونستم که این به راحتی این تختا رو میشه به هم چسبون و بلافاصله گفتم همین الان من اینو درستش میکنم. من هنوز اون خاطره یادم نمیره، حال این آدم رو که من یه کناری کشیده و کمکش اینه. حتما اونور 75 بس و 80 بودن، ولی دلش میخواست حالا که آمده کروز تو کشتی گرمای زنش رو حس کنه، کنار اون باشه. اصلا ممکنه مسئله رابطه جنسی نباشه. ببینید این ارتباطات کاملا ماجرا و موضوع دیگری است، هر کدوم تناسب خودشو داره. درست بس که من هر وقت شما رو ببینم بلافاصله به شما غذا میدم بخوری، شما من غذا میدید، ولی اگر من اومدم منزل شما، اونم وقت شام بود، شما من شام میدید، منزل منم اگر تشوردید، ممکن البته من بهتون شام میدم، چون معمولا این اخلاقا رو ندارم. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم موضوع خیلی روشنه. یعنی همیشه ما گفت خب ما هم گردیم قضا چی، ولی تو فرهنگ ایران نگاه کنید، به مجردی که به کسی میگید من میام منزلتون، اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ من آیا خونه مثلا مرتب و منظم هست؟ و یا اولیش اینه یا دومیش اینه؟ بعدش اینه که چی به اینا بدم بخورن. چرا؟ برای که ما هنوز فکر میکنیم محبت و دوستی یعنی دادن غذا و خوردن غذا. شما چرا برخی از وقت تو مهمونی ها غذا میخورید؟ برای که فکر کنید از این طریق میتونید نشون بدید با اون آدم مسئله و مشکل ندارید، برای که با اون آدم بر میخوره غذاشو نخورید.
به بهشون بر میخوره شما به اندازه کافی تعارف نکردید. شما نگاه کنید، ما اومدیم موضوع تعارف کردن غذا و دادن غذا و نگرفتن غذا رو نشانه اخلاق و انسانیت و دوست داشتن گرفتیم، ولی آیا شما که در امریکا مدتی زندگی کردید، در امریکا مردم با دادن و گرفتن غذا فکر میکنن مسئله محبت رد و بدل شده؟ اگر دکتر عشق پیرانه سری ما رو به کجا کشوند؟ دکتر اگر در رابطه دوتا آدم همه چیز وجود داشته باشه ولی سکس نباشه، هنوزم میشه اسم عشق روش گذاشت؟ نه، برای اینکه نبودنش دلایل آسیب رو داره و آسیب این که از اول نبوده باشه ها بعداً الان نداشته باشه. نه خب ممکنه کم شده باشه ولی با هم ممکنه راحت و آسوده باشن. علاوه ببینید، هر کسی جناب فروزنده، مثل این که من این لیوانو دارم، یک کسی یه ظرف بزرگ داره، ظرفیت ها متفاوته. مهم اینه که لیوان من برای من پر باشه و کافی باشه. به همجاست که بسیاری از آدم ها هستن اگر فکر کنن ما سالی 50,000 دلار درآمد برن، فکر کنن چه موفقیتی. یک کسی اگه 500,000 دلار داشت باشه، فکر کنن چه بدبختی. یعنی ظرفیت ها متفاوته. به همجاست که مهمه اینا کی هستن، چی هستن، بقیه جنبه و جلوه های زندگیشون چیه. چون ماجرای مثل گفتگوی من و شماست، اگر من و شما قرار یه روز با هم باشیم، یه جایی پیدا میکنه قضامون، درسته، یه جایی پیدا میکنه استراحت و خوابمون، درسته. در حالی که در این گفتگویی که من میام خدمتتون، از رادیو میام اینجا خدمتتون، من اینجا نه به فکر قضا هستم نه به فکر خوابیدن و محل خواب. چرا؟ برای که اینا موضوع الان دیدار من و شما نیست. بنابراین در یه رابطه عاشقانه شرایطی فراموشه، در یه زندگی بنابراین که اگرم از هم برای مدتی به دلیلی مجبور شدن جدا بشن، با وجودی که خیلی چیزا بینشون نیست، ای بسا هیچ فرقی نمیکنه، برای که در ذهنشونه. ما یه چیزی برای کودک داریم که حدود 18 ماهگی اتفاق بهش میگن object permanent. object permanent یعنی کودک باید تا 18 یا 20 ماهگی بتونه تصویری از مادرش در ذهن داشته باشه که وقتی که مادر نیست، اون تصویر رو به صحنه آگاه ذهن بیاره و احساس امنیت بکنه. بلا اون چیزی پیدا میشه که بهش میگن separation anxiety یا اضطراب جدایی. یعنی این اون چیزیه که اونجا اتفاق میفته. من و شما بعد از یه مدتی یه آدمی رو در ذهنمون داریم و بنابراین در ذهنمون داشته، حتی وقتی هم که نمیبینیمش میتونه اونقدر موضوع مهمی نباشه. بنابراین آدمایی که واقعا همدیگر رو دوست دارن، حتی هم دیگر رو نبینن، اینقدر اذیت نمیشن که دو تا آدمی که سر این موضوع با دودلی روبرو هستن و ندیدن خیلی من دارم. مثل که شما دنبال پیام ها میخواید. نه، من هنوز با پاسخهای شما مسئله دارم. خوشحالم از این بابت. اصلا کار شما همینه. دقیقا. دکتر، پرسش که ازتون دارم اینه که از صحبتهای قبلیتون اینجور فهمیدم که میفرمایید عشق یک خواهه. حتما. یعنی در آن واحد نمیشه دو نفر رو دوست داشت. حتما. اصلا مثل این همیشه هم مثال زدم، مثل که از تایی تشبیه مدرسه فرض کنین خواهر شما گفته برو پسرم از مدرسه بیا، شما بگید رفتم اونجا دیدم یه پسری خیلی بهتر از پسر تو برات آوردم، این حالا از این بعد پسر تو باشه، اونو گفتم بره خونه اونا. نه، نداره. یک خواهش هم همینه. به همجه هست که توضیح و توجیه هم نداره. بنابراین مذهب کشنده عشقه، مذاهبی که اجازه چند زنی رو میدن. اصلا اونا نه با عشق کار دارن نه با ازدواج، اونا یه نوعی از بردگی است. چند زنی؟ هیچ شوخی هم نداره. به معلوم شما در حقیقت دارید میخرید زن رو، چون رابطه هم غالبا جوانه. شما خریداری، شما یه ذره پول دارید، امکانات دارید، بقیه رو میخرید. به همجه هست که بیدم بدون چون اونا پول ندارن بهشون نمیرسید. یعنی شما ببینید جان فروزنده، ما با بردهداری شروع کردیم، یا حداقل نمیخوام خیلی عقب، بعد بردهداری رو اومدیم یه توجیهی براش بکنیم، با شناختی بده کنیم، در مراحل رشد ازدواج رو از توش در آوردیم. مادام که این ازدواج رو به سمت یه حال برابر زن و مرد و اخلاقی انسانی ببریم، مسیر رشد رو طی کردیم. ولی آمدیم وسط راه منحرف شدیم و چند زنی رو راه انداختیم، در حقیقت یه بازی در آوردیم، نوع جدید بردگی، نوع جدید با داشتن پول خرید انسان. به همجاست که در مقابلش هم در بیشتر موارد پدر و مادرم به دو چیز فکر میکردن، یکی اینکه دخترمون به کسی بدیم که مثلا گرسنگی نکشه، زندگی داشته باشه، و دوم اینکه
یه چیزی هم به ما ازش برسه، شیربهایی هر حال یه مواظبت و مراقبتی از ما. تعریف شما از جامعه آزاد و رابطه‌ای که توش هست چیه؟ وقتی که در یه جامعه آزاد یک مرد میتونه با چند زن رابطه داشته باشه یا یک زن میتونه با چند مرد رابطه داشته باشه، آیا این فقط یک رابطه جنسی است، جسمی است، یا اینکه چی؟ همه چی میتونه باشه، بس ببین خودشون چگونه میبینن. برای شما در یه وقتی مردی با چند زن در رابطه هست، معناش این است که عشق نسبت به هیچ کدومشون نیست، تموم شده رابطه. اینقدر مطلق؟ اینقدر مطلق، اینقدر محکم؟ از اینم محکم دار. یعنی اگر من مواردی بوده جان فرزندش تو کار روان درمانی یا تراپی، تمنا میکنم یه ظرافت کوچولو داره، مردی آمده گفته فلانی، من درسته که رفتم با زنی هم خوابه شدم، درسته که این سفر رفتم و مثلا حسدم سر رفته بود، ولی باور کن 5 دقیقه بعد از اینکه با اون خانم مثلا رابطه جنسی داشتم، مثلا یادم رفته بود که من همچی چیزی دارم. بعدم باور کن همه زندگی من، خانوادم، زنم و بچه ها، من در حالی که این حرف رو در این حد میفهمم، باورم اینه که عشق نیست. در این حال که عشق نیست، این آدم یه نوع خودخواهی داره که به خودش اجازه این کار میده. به همین جاست که اگه بهش بگی قبول، مثلا تو رو میپذیرم، زن و بچه تو دوست داری، همسر تو دوست داری، بچه هاتم دوست داری، همه چیزم مهمه، همه کارم حاضری به اونا بکنی، حتی حاضری به خاطر اینا بمیری، مثلا نفت نمی کنم، ولی اگر همسرت هم زنت هم این کار کرد تو باش راحتی، اون وقت است که جیغش میره بالا. اگر راحت بود اون وقت جیغ من میره بالا. عصبانی تو کردم، خوبه. همیشه با راحت عصبانی میشم. امروز با رو خط رادیو میشنیدید که باورم نمیشد دوست عزیز که نفر آخر صبح بود، باور نکردنی. یعنی من اصلا جوری مات و مبهوت مونده بودم که ما کجاییم. البته موضوع عشق و اینا نبود، موضوع وابستگی و مهرطلبی در خانواده ایرانی. دکتر، بسیار از این مسائلی که شما با این راحتی عنوان میکنید، من فکر میکنم برای کل جامعه، البته شما هزاران ساعت با مردم صحبت کردید، حرف زدید، ولی چون اینا موردیه و هر کدوم داستان خودشو داره، اغلب حکایت‌های بدی است. خیلی وجوه تشابه داره ولی یکی نیست. یعنی البته پرسش‌های شما هم خیلی عادی و معمولی نیست، و چالنجی که می‌کنید تو کار دست آدم میدی تو برم. از قبل من خبر ندارم که امروز کجا دارم میرم و شما حتی دلتون خب حالا برای اینکه شما آرامش پیدا کنید آقای دکتر، جمهوری اسلامی فرهنگ ایرانی رو خورده و هنر رو خورده، یا این فرهنگ و نسل جوان ایرانی است که جمهوری رو با آتش‌هاش رونده؟ فرهنگ مثل یک سیل سنگین و شدیده که با بیل و اینا جلوشو نمیشه ایستاد. ماجرای حرکت فرهنگی در کوتاه مدت ممکنه مانند یه سد یک کمی جا بخوره و مسیر عادیشو طی نکنه. شما با فرهنگ همچین شوخیایی نمیتونید بکنید. فرهنگ کل حرکت تمام انسان‌ها و خلاقیت‌های اوناست در مسیر زندگی. بنابراین این درست مثل برخی از اوقات کارهایی است که ما برای جنگیدن با طبیعت میکنیم که یه طوفان همه رو به هم میزنه، یه زلزله همه رو ویران میکنه، و جلو به فرهنگ نمیشه ایستاد. ماجرا این است که شما دلتون خوشه و بعد سرتون رو میگردونید و نمیخواید ببینید. بعدم فرهنگ درسته که یه ظاهر فیزیکی داره، ولی واقعیت مسئلهش قلب و روان و مغز و ذهن و بدن آدم هاست. این یعنی اصولا اون چیزی که پنهان بوده و آشکار میشه. چون ببینید اصولا چجوری از زیر بار این گنبد دیکتاتوری میزنه بیرون؟ نه ببینید، شما همیشه تنها یه جاهایی در حقیقت رستاخیزهایی ممکنه که قبرهایی وجود داشته باشه. بنابراین شما همیشه باید قبر داشته باشه تا رستاخیز باشه، و بنابراین وقتی سیستم ها قبر به وجود میارن باید انتظار رستاخیز رو داشته باشن. البته برخی از اوقات هم ممکنه قبرستان نابود بشه، نمیخوام بگم همیشه چنینه، ولی این ظرفیت و امکان وجود داره. و فرهنگ و تمدن ایران نشون داده که
زنده میمونه، زنده به گور میشه ولی نمیمیره. اوه کاش وقت بیشتری داشتم. بینندگان عزیز، من زیر فشار تلفن ها و تکس های شما هستم، بنابراین اگه اجازه بدید چند تا تلفن رو بگیریم، به شرط اینکه به یک شرط فقط، سوالات شخصی از جناب دکتر هلاکویی نفرمایید، کیس استادی نباشه، به خاطر اینکه آقای دکتر روزی 4 ساعت در رادیوی همراه روی آنتن رادیو هستن، به سوالات شما جواب میدن، برنامه های تلویزیونی میدن. اگر درباره مطلبی که در برنامه مطرحه، عشق و هر چی درباره عشق، به طور کلی میتونید مطرح بفرمایید یا پرسشی دارید از دست پرسش هایی که خود من دارم، اونها رو میتونید مطرح بفرمایید. اگر برید روی کیس استادی، اون وقت من ناچار میشم که صدا رو قطع کنم. تلفن تلویزیون هست، لطف کنید تلفن بر 818 301 8000، 818 301 8000. به جای اینکه به تلفن 887-49-85 زنگ بزنید، محبت کنید که به تلفن تلویزیون زنگ بزنید تا بتونیم ما سوالتون رو مطرح کنیم. جناب دکتر اجازه میدید من چند تا از این تکس ها رو بخونم برای خوشحال خواهم شد. بله اجازه بدید. چرا بعد از قرنها سعی نکردیم به اصل خودمان برگردیم؟ 65 ساله، ولی با داشتن زن و فرزند در تمام این سالهای زندگی نتونستم دختری را که در 18 سالگی با او رابطه بسیار عادی داشتم فراموش کنم. هنوز تو خواب میبینمش. تنها آرزوم اینه که یک بار دیگه او را ببینم. از آقای دکتر بپرسید، میگه این عشق نیست، ولی من این بیماری را دوست دارم و دلم هم نمیخواهد معالجه بشم، چون با یادش هم دلخوشم. مطلبی که میفرمان بسیار واقعی و درسته، ولی من و شما تو زندگیمون برخی از اوقات باید به یه چیزی آویزون بشیم و یا یه جوری یه دستگاه تخلیه فشار داشته باشیم که منفجر نشیم. اینا از اون موارد. حالا خبر بدی که برای این دوست خوب و عزیز دارم اینه که اگر ایشون رو ببینن و فقط 2 روز باش باشن، دیگه بعد از اون خواب نمیبینن، کابوس میبینن، چون همه اونا تخیلات و تصورات خودشونه که همینجوری پروبالش دادن و آوردنش. اتفاقا دقیقا نشون دهنده، امیدوارم اذیت نشن، خالی بودن زندگیشونه. یعنی الان نشون میده که من یک خیال مثلا دوره جوانی، نمیدونم چه سنی فرمودن داشتن، 65 نه اون موقع که 18 سالگی داشتن، اینو همینجوری اون گوشه نگه داشتن، بعد کنار اون با هم حال میکنن کردن. حال نه حال نمیکنن، در خیالش بازی در میارن. ولی حالا یه حرف بد باز میخوام بذارم، چون ما اینو نه حالا عرض میکنم، حالا اگر همسرش بودن بگن من راجع به یه مردی این حالو داشتم، حال ایشون چی میشه؟ اینجا گرفتاری است. یعنی اگر حال ایشون بد نشه چی؟ نه حالشون حتما، حالا کی؟ همسرشون؟ بله. یعنی به همسرشون بگه من یه دختر 18 ساله اینجوری تو ذهنم. نه 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 نه. همسرشون هم بگه من یه پسر 18 ساله هنوز تو ذهنم. شما خیلی خوبید. من خیلی خوبم. آره، به همجاست که دیدی دفعه قبلم جیغ منو درآوردید. خب اگر هست، اصلا من فقط یه مثال خواستم بزنم. یه طرفو میگیرید. نه حتما باتون موافقم که ممکنه خیلی کم این حرفو بزنن، قبول. پس بحث من از اون طریق به نتیجه نمیرسه. عرض من بذارید راحت تونم جان فروزنده. من و شما هر چیزی رو میتونیم تبدیل به یه چیز دیگه کنیم و بعد اینا نگرش داریم و همجوری بزرگش کنیم، درست مثل کودکی. بنده خاطرم هست روز اولی که رفتم مدرسه، فکر کردم رفتم یه جایی که 1 کیلومتر 1 کیلومتر یه 5000 نفرم اونجا دارن دنبال هم میدوند. روز اول دبستان از وحشت پشتم رو زدم به دیوارم جوری ایستادم، یادم هنوز. بعد من رفتم این مدرسه رو دیدم، حتی 50 متر در 50 متر هم نبود، حتی 30 متر در 30 متر هم نبود. آدم هایم که تو اونجا بودن نمیرسن حتی 200 نفر باشن، ولی در چشم کودکی من چنین بود. ما در این حالات بچگانه موندیم، ما با خاطرات موندیم. ببینید برخی از ما حرف میزنیم که شب یلدا میشستیم انار میخوریم، ولی اگر یه دوربین بود نگاه میکنیم، اولا شاید یه دونه انار هم به ما نرسید. حالا شما میتونید به 100 تا انار هم بگیرید، خیلی بهترش هم حتی تو این شهر لس آنجلس دیدید که دارن، بخورید، ولی اصلا براتون مهم نیست. اون تصورات و اون حالات و اون زمانی است که تبدیل به هم چیزی شده، با واقعیت ها نمیخونه. ولی آدم ها کنار ذهنشون وقتی تخیلی هستن، وقتی دنبال
یه چیزی میگردن که خودشون رو به اون وصل کنن یا تخیل کنن، اونجاست. یعنی ماندن در گذشته است، یعنی یه نوعی یخ زدن و یه نوعی به اصطلاح استاک شدن. این نشانه اینه که یه آدمی میخواد رشد پیدا کنه. این همون چیزیست که خیلی از ما ممکنه آرزو بکنیم برگردیم به کودکیمون که اصلا خوب نبوده، یا پدر و مادر آرزو بکنن که ای کاش این بچه 14 ساله همون 4 ماهه یا 2 ساله میمون چقدر خوب بود. مادرها و پدرها این آرزوها رو میکنن، ولی واقعیتای نیست. اینی که سرور عزیزی که اینو بیان فرمودن، من میفهممشون. اگه به من بگن چیه، متاسفانه باید بگم یه خیاله که با خودشون نگه داشتن، به میل خودشون هم رشد دادن و اونجا اونجا. اگر یه کسی بخواد اینو خیلی بیشتر بفهمه، نگاه کنه به شعر فوق العاده زیبای جالبی که از یه کسی مثل نادر نادرپوره، ای فکر کنم مال پیکر تراشی، که چگونه ما در ذهنمون و در خیالمون رو درست میکنیم، بعدم اگه لازم شد با یه تبر میزنیم و از پا درش میاریم. ولی باورم کنید، چون من فراوون اگر بگم شاید صدها مورد داشتم که آدمای مثلا بعد از 15 سال 20 سال 30 سال رفتن سراغ اون کسی که روزی براش میمردن، بعد دیدن حتی برای 30 دقیقه هم تحمل اون آدم رو هم اکنون ندارن. و اون یه تصور و توهم کودکی است یا نوجوانی است که ما دنیای ذهن و خیالمون یه آدمی رو میسازیم، اون آدم اصلا اونجوری نیست. من سوژه برنامه آیندهمون رو پیدا کردم با این توضیحات که دادید درباره تنهایی و عشق، یعنی با هم صحبت کنیم. یعنی شما این امید رو به من میدید که من دفعه بعد میدونم راجع به چی قراره صحبت کنم، یا اینکه دو مرتبه سورپرایز بشم با یه چیزی که ازش هیچ خبری ندارم؟ من تا حالا موفق نشدم شما رو سورپرایز کنم. چرا، هر روز کردید؟ هر روز. خب الحمدلله، بالاخره یه نفر شما رو سورپرایز میکنه. کاملا. اجازه میفرمایید؟ تمنا میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما. درود بر شما، بفرمایید. میگن عشق پیری گر به جنبد سر به رسوایی زند. کمی در این مورد صحبت بفرمایید. مرسی. تمام سوژه برنامه این بود. بله، مطلبی که چون من فکر می‌کنم آنچه که اسمش شعر بود درسته، ولی من عشق نمی‌بینمش. این یک هوس، یک جنون، یک خودخواهی، یه نادانی که در هم گره می‌خورن. البته به صورتی که شاید مورد نظر استالی نبوده، که من میفهممش که یه آدم 70 ساله دفعه عشق 17 ساله به سرش میشه. اگر یه آدم 70 ساله یه عشق 65 ساله به دلش بشینه عشقه؟ ممکنه، ولی بعد از شناخت. یعنی بعد از اینکه من گفتم، چون میدونی من برای خودم یه فرمول دارم همینجوری 500 ساعت با هم حرف زدن، آره من اشکال توش نمیبینم. برای که ببینید جان فروزنده، بذار اینجوری نگاه کنیم. اگر عشق یه پدیده است مثل یه بدن که باید این قلب مناسب باشه با بدن، این دستگاه گوارش یا تنفس باشه، شما میتونید بگید اینا رو برید سر هم کنید آدم درست کنید. ولی اگر کسی اومد به شما گفت من میخوام یه بدنی درست کنم که قلب نداره یا قلبش به اندازه سر سوزنه، شما به عنوان یه متخصص بگید همچین انسانی زنده نمیشه و نمیتونه زندگی کنه، برای که یه تناسبی بین ایناست. قصه اون تناسبه است. شما روزی که یه آدم 70 ساله از زن و مرد 70 ساله و 65 ساله، فرقی هم نمی‌کنه کدوم بزرگتر و کوچکتر هستن، بعد از یه شناخت آگاهی ممکنه این حال و احساس رو پیدا کنن. خیلی هم پیدا کردن. چرا؟ برای که اینجا از اون نوعی است که میشه یه چیز رو باش ساخت. شما میتونید با گل رو فرض کنید، گل خونه درست کنید، ولی با آب که نمیتونید خونه درست کنید. چی رو میشه ساخت در 60-70 سالگی؟ همه چیز رو، عشق رو، شور رو، خواستن رو. بسیاری از آدم ها این ظرفیت رو دارن. right. آدم ها ظرفیت دارن، برای که ببینید ارتباط انسانی میتونه با شکل و فرمای مختلفش بیاد. شما حتی برخی از اوقات این کشش و میل رو نسبت به یه آدمی پیدا میکنید در زمینهای مختلف به دلایل متفاوت. پس اون تعریف عشقتون چطور میشه؟ چون احتمالاً هیچ کدوم از این دو طرف نه تمایل دارن نه احتمالاً توانایی رابطه جنسی نه رو دارن. نه، شما این سنا رو بدون ناتوانی نگیرید. نه ولی حالا فرض نش اصلا مهم نیست، برای که ببینید شما المان رابطه جنسی رو، رابطه جنسی رو تعریف عشق یا المان اصلی میدونید؟ نه نه، ببینید عملش رو نمیدونم، وجودش رو، وجودش. سبب شده انسان عملش بدون تردید در شرایط درستش کار میکنه، و بعد از اونم این ماجرای رابطه جسمی و جنسی بسیاری از اوقات، بذار جمله رو اینجوری عرض کنم، بسیاری از آدم ها هستن تو همه سن ها، همه گروه های سنی،
که در شرایطی ترجیحشون همون بغل کردن و در آغوش گرفتن براشون به همون اندازه یه رابطه کامل جنسی اهمیت داره، بدون که هیچ مشکل و مسئله و بیماری داشته باشن، حتی درگیر رابطه جنسی هم میتونن بشن. فرض بفرمایید با خانواده رفتن سفر، بعد اتاق نداشتن، همه یه جایی بودن، همینقدر که کنار هم دست هم دیگر گرفتن همون حالی دارن که دوتایی تنهایی در خلوت میتونستن داشته باشن. برای که مسئله حضور و وجوده خیلی متفاوت هست با عمل و اقدام. نمیخوام حرف بد بزنم، عمل و اقدام مال آدم فیزیکی مکانیکیه و به همین جهت است که شما میبینید چقدر خودشو به ضرر و خطر میاندازه که مثل زنبوری که نیش میزنه رابطه جنسی داشته باشه، حتی پریمچور ایجاکولیشن از همینجا میاد و بره، برای که اونه که اینجوری نگاه میکنه. و الا بسیار از اوقات اصلا آدم ها رفتن سفر با دوستانشون، اصلا امکان رابطه جنسی داشتن، یکی از اون سفرهایی که بسیار برشون خوش گذشته این بوده بدون که رابطه جنسی در کار باشه، یا بچه‌ها دور برشون بودن و در نتیجه رفتن یه جایی چون امکان این که اتاقا جدا بشه، فرصت جدا بشن به دلیل اون شرایط نداشتن، ولی هیچ جا فکر نمی کنن چون رابطه جنسی نداشتن اتفاقی افتاد. رابطه جنسی یه چیزیست که انسان با منعش یا به تأخیر انداختنش که به هم نمیرزه خراب نمیشه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. سلام. برای اندیشه اتفوزنده؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. اصلا من این سوالی بشکنم، فکر کنم این سوال یه مقدار نزدیک باشه به همون مسئله شی که الان صحبت میکنید. الان تشکر کنم از برنامه آقای فوزانی و آقای دکتر هلاکویی. میخواستم بگم که در یک قسمتی از کنفرانس آقای هلاکویی گفته شده که انسان مقدس است و هدف انسان هدف است، و در جای یه گفته شده که ازدواج وسیله‌ای برای انسانه که بالا به رشد تکامل روحی روانی هرچی برسه. چطور میشه این دو انسان در یک جا مقدس باشن و یک در یک جا مقدس باشن و هدف و در جای دیگه در یک رابطه قرار بگیرن که وسیله بشن، و چطور اینا میتونن در کنار هم این زندگی رو ادامه بدن با وسیله شدن اون ازدواج؟ من سوالم بود، خیلی متشکرم از برنامه. من فکر کنم که شما به دو سه تا نکته اشاره فرمودید که به طریقی که بیان کردید توی عرایض من بوده. اول، انسان برای هر انسان دیگه باید هدف باشه نه وسیله. ما از هیچ انسانی نمیتونیم به عنوان وسیله برای رسیدن به هدف‌ها استفاده کنیم. و همینجا باز مطلب دیگه این که انسان شخصه و نه شی، یعنی ما کالا نیستیم که آدم‌ها ازمون استفاده کنن و بندازن دور. این تفاوتی است که به درستی اشاره فرمودید. در باور من هست که هیچ انسانی برای هیچ انسان دیگه نه کالاست و نه وسیله، شخص است، انسان است با همه ویژگی ها و حقوق و حرمت انسانیش، و در این حال هم هدفه به خودی خودش. این مطلب درست. دوم، به نکته دیگه اشاره فرمودید که نظر من این هست که در طول تاریخ ازدواج هدف بوده، یعنی آدم ها باید ازدواج میکردن چون ما باید به هدف ها برسیم. برای اولین بار ازدواج وسیله شده برای سلامت روانی و خوشبختی، یعنی فیزیکال اند منتال هلت و هپینس، چون مطالعات علمی نشون میده ما دو تا هدف تو زندگیمون بیشتر نداریم، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیه. بنابراین آدم ها به این دلیل ازدواج میکنن که با همکاری هم، نه استفاده هم، نه سوء استفاده از هم، بلکه در کنار هم سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی رو که همکنون دارن، نه اینکه بدبختانی هستن که با ازدواج به اونجا رسیدن، تأمین میکنن. بنابراین در مسیر متمم و مکمل همدیگه بودنه و به عنوان یه انسان، مخصوصا با بحثی که خدمت جان فروزن راجع بهش داشتم در مقابل اون قرار گرفتم. بنابراین حرفی که میزنید شاید از یک تضاد ظاهری واژه بیاد که انسان برای انسان دیگه باید هدف باشه نه وسیله. بعد در عرض من بوده که ازدواج، نه انسان، ازدواج یک وسیله است برای سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی هر دو طرف، یعنی نفر. بنابراین اگر یک کسی اینجوری ازش برداشت کنه که شاید به نظرم این گونه که فرمودید میرسه که من با ازدواجم از یک کسی بهره میگیرم، استفاده میکنم تا به هدفام برسم، پس او وسیله است برای هدف پای من، حق باش باست. ابدا بحثی نیست، چون این رابطه متقابل است،
این رابطه به صورت متمم و مکمل است، یک طرفه یا یک نفره اصلا معنا نداره. مثل که آدم با خودش نمیتونه فرض کنیم مسابقه بده یا تنیس بازی کنه مگر بخواد رکورد توانایی های خودش رو بشکنه. و بنابراین من درش واقعا تضاد و تناقضی که بشار فرمودید گرچه به نظر میرسه ولی نمیبینم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید آقا. درود. بفرمایید. من یه سوال داشتم که البته سوالم خیلی مشخصه ولی احتمال داره که شما در توضیح لازم داشته باشه. مثلا از آقای دکتر ولایتی بپرسم آیا رابطه‌ای بین عشق و نفرت یا بهتر بگم دوست داشتن و در یه حالت یا حالت کینه تلافی جیانه به انسان دستیده وجود دار یا نه؟ مطلبی که فرمودید موضوع فوق العاده مهمی است. اولا دو تا نکته رو عرض کنم. اگر عشق رو با نزدیک به اون تعریفی که بنده خدمتتون عرض کردم یا نظری که دارم مطرح بفرمایید، هیچ ارتباطی با تنفر نمیتونه پیدا کنه. عشق به بی تفاوتی تبدیل میشه. یعنی من یک کسی رو دوست داشتم دیگه دوست ندارم، ولی به تنفر تبدیل نمیشه. تنفر نتیجه رابطه است، یعنی رابطه به تنفر تبدیل میشه ولی عشق به تنفر تبدیل نمیشه. عشق به بی‌تفاوتی. علت سوء تفاهم از یه جای دیگه میاد. داستان کودک انسانی اینه که من و شما در سنین اولیه همه زندگیمون، همه ذهن و زندگی ما پدر و مادرن و کودک در این ارتباطی که امروز دقیقاً میشناسیمش یه ارتباطی در مسیر چسبندگی و دوختگی و اعتیاد پیدا میکنه و بعدم هزاران هزار بار این پدر و مادر احتیاجات او رو برآورده میکنن، درد او رو از میان میبرن، به او لذت و امنیت و آرامش و همه چیز رو میدن. اما در این حال کودک به عنوان یه موجود حسی، اون زمانی که پدر و مادر بهش میگن نه یا یه ذره بیشتر تنبیهش میکنن به هر شکل و فرمی، بچه احساس درست عکسش رو میکنه و بنابراین اون چیزی است که در اصطلاح غلط بهش میگیم عشق و تنفر، love hate relationship. واقعیتش مهر و کینه، یعنی دوستی است و دوست نداشتن. در کودک پیدا میشه و بعدن در ما رشد پیدا میکنه با ترکیبا و صورتهای مختلف. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که این ماجرا رو نباید با مسئله عشقی که مال بزرگسالی است اشتباه کرد. بله، حالت مهرکین است و شما این رو حتی در ارتباطات دیگه میتونید ببینید. من به پسرم میگم که پسرم بشین، بشین قربونت برم، این کار نکن لطفا، خواهش میکنم قربونت برم، تو پسر خوبی هستی، نکن، میزنم تو سرت ها، بشین دیگه. خب این اون مهرکین است، این اون جا به جایی است که شما در اینجا میبینید. این تو روابط انسانی بسیار معمول و مرسومه. این رو ما از کودکی میآموزیم و اگر درصد اون کینه ای که اشاره فرمودید زیاد باشه به شخصیت نوراتیک یا عصبی تبدیل میشیم که ماجرای ما ماجرایی است که تا اونجا میرسیم که در بیشتر موارد رنج میدیم و رنج میبریم و لذت نمیدیم و لذت نمیبریم. یعنی آدم نوراتیک یا عصبی آدمی است که ماجرای یا درصد تنفرش بالاست. حالا اگر من یه پدری هستم که مهرکین من 1%, 2%, با 98%, 99% ای بسا ظرف 20 سال تو زندگی فرزندم هیچ وقت به اون خشم و کینه نمیرسم، ولی اگر 10% و 90% وقتی که درس نمیخونه، وقتی دیر میاد، وقتی ازدواج غلط میکنه، من آرزوی نبودنش یا نداشتنش یا مرگش رو میکنم. این اون گرفتاری است که شما خیلی راحت و آسوده اینجا اونجا میتونن متاسفانه میتونین ببینید. بنابراین تفکیکش اینه که مهر و کین یا محبت و بی محبتی عکس هم هستن. من به کسی محبت کنم دیگه نمیکنم، ولی اینکه عشق به تنفر تبدیل شدن، بنابراین گفتگوهایی که عشق و تنفر نزدیک هم، آدم از عشق به تنفر رسه، از نظر من مطلقاً معنی نداره. یعنی این دو تا یه سنگن در مقابل درخت. اینکه این سنگ یه جوری درخت میشه رو من هیچ وقت نمیپذیرم. بنابراین به نظر من عشق فقط میتونه به بی‌تفاوتی. یه کسی رو دوست داشتم، عاشقش بودم، دیگه نیستم، تموم شد، ازش متنفر نمیتونم باشم حتی اگر بدترین کارها رو کرده باشه. ولی تو رابطه میشه. چرا؟ رابطه میتونه از یه حالی به تنفر تبدیل شه. بنابراین همیشه من تو سیدیا گفتم عشق به تنفر تبدیل نمیشه، رابطه میشه. و فقط یه جمله آخرام عرض کنم،
بیشترین عاملی که رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه متاسفانه خشم و عصبانیت، اینه که اون خطرناکترین چیزی است که میان زن و مرد میتونه وجود داشته باشه. یک بار دیگه از حضورتون تشکر میکنم. سورپرایز نباش هفته آینده، هفته آینده در مورد عشق و تنهایی صحبت میکنیم، یا تنهایی و عشق. بسیار عالی. و بعد ادامه میدیم گفتگومون. از این باب خوشحالم و حداقل تکلیفم برای هفته آینده روشن. قربان. سپاسگزارم تشکر دید.